های سرزمین مهری سیاهی ها حریف ما نمیشن، اونایی که نگاه ماهو دارن اسیر دست سایه ها نمیشن. کنار هم با کوله باری از عشق مسافر جاده فردا هستی، صخره ها سد راهمون نمیشن. رودخونه ایم و دل به دریا بستیم، بهشت رو زمین و آسمون عشقه، یه سرزمین موندگار ایران. همیشه سر بلند و با شکوه و بیداد، حماس آفرین بیاد ایران. به نظر شما یه رئیس جمهور باید چه ویژگی هایی رو داشته باشه؟ به حرفاش باید عمل کن، امین مردم باشه، امین آراء مردم باشه، شرایط رو برای مردم فراهم کنه که مردممون تو آرامش و آسایش باشن. این مهمترین کاریه که میتونه انجام بده. باید بدونه مردم چه مشکلاتی دارن که ایشالا تو راستای همین مشکلات بتونه کاراشو انجام بده و ایشالا مردم شاد باشن. اولش نیاد شعار بده بعدش همه چی فراموش بشه. مردم دار باشه و به فکر مردم باشه، به فکر مشکلات، حل مشکلات مردم باشه. این تنها خواسته همه مردمه. مردمی باشه، درد و مردمو بدونن، با سواد باشه، در دل مردم بفهمه، خوب تصمیم بگیره و مشاورین بسیار قوی داشته باشه که بسیار مهم هست. مطمئنن کارهایی که باید انجام بده مردم، در دلای مردم، اون خواسته مردم بدونه که بتونه بیاد با دل و جون کارشو انجام بده و مردمو از مشکلات رهایی پیدا کنه. مشکلات زیادی در کشورمون داریم، مخصوصا قشر جوان، و کسی رو انتخاب کنن که بتونه مشکلات رو حل کنه، کمک کنه به این که کشور ما، چون کشور جوونیه، انشالله سال به سال پیشرفتش بیشتر بشه. دوستداران شما، طرفداران والیبال میخوان ببینن از نظر آقای داورزنی یک رئیس جمهور میخواد رئیس جمهور بشه چه ویژگی هایی داشته باشه؟ اونه که تو دلته بگو آقای داورزنی. به یک کلام باید توانایی انجام این کار رو داشته باشه. مردم دوست باید باشه، به درد جوون رو بفهمه، بعد درد بیکاری و من فهم کنم باید کلا مردمی باشه. مهمترین ویژگی صداقتشه و از اون مهمتر میتونه در واقع از بین بردن مشکلات معیشتی مردم باشه و وضع اقتصادی. باسواد باشه، واقعا نیازهای جامعه رو بدونه، درد ما جوانا رو بدونه که ما چی میخوایم، چه نیازهایی داریم. مطمئنا باید اصلح ترین باشه تو همه زمینا. حالا ما تو بخش ورزش هم دوست داریم که نگاه ویژه تری باشه نسبت به بخش ورزشی. امیدواریم که هر کس انتخاب میشه بتونه همه مشکلات حالا در حیطه ورزش، حالا اقتصادی یا اجتماعی، بتونه کارهای خیلی جدی و مثمر ثمری انجام بده. به وعده‌ای که میگن فقط عمل کنن، یعنی همون حرفایی که میزنن قبل از انتخابات به همون وعده‌ها کاملا عمل کنن، یعنی طرفدار مردم باشن، یعنی اون خواسته دل مردم رو گوش بدن. بعد از اینکه انتخاب شدن بهترینا انتخاب میشن. به نظر من خودش بهتر میدونه درد ملت ما چیه، به درد ملت ما اول برسه و همه ایرانی ها رو راضی نگه داره. مهم نیست که چقدر توانه داره، چون همشون مطمئنن توانن. مهم اینه که فقط به مردم راست بگن، چون مردم اگه بدونن بهشون راست میگن با هم مشکلات کنار میرن، ولی اگه احساس کنن بهشون دروغ میگن یعنی بهشون بی احترامی کردن. فقط به مردم کسی دروغ نگه. انشالله رئیس جمهور بتونه اون مشکلاتی که مردم دارن، خواستهایی که مردم دارن به نوع اصلا بتونه برای مردمش انجام بده. درد مردم رو بدونه، درد جامعه رو بدونه و خودش از طبقه‌ای باشه که این مصیبت‌ها رو لمس کرده باشه. رسیدگی به مشکلات مردم، به هر حال امکانات رفاهی، اون چیزی که واقعا اجتماع مردم نیاز دارن، به خاطر اینکه این مردم واقعا همه چیزشون رو برای ایران گذاشتن. یه رئیس جمهوری بیاد که واقعا تمام شرایط مردم رو درک کنه، وضعیت کار جوونا رو، ازدواج رو بتونه برای جوونا فراهم بکنه، و از همه مهمتر وقتی وضعیت اقتصادی خوب باشه همش فراهم شه. بعد از کشورها دوست داشته باشه، تعهد به مردم داشته باشه، بره به سمت این که به هر جهت کشور رو ثروتمند کنه. فقط باید حرف دل مردم رو گوش بده، همین بس. خب باید درد مردم رو بدونه، با سواد باشه، روابط بین المللیش خیلی خوب باشه، بشناسه اون چیزهایی که بد بوده، دوری از اونها، و اون چیزهایی که خوب بوده شاخصه باشه و تقویت بشه. این که مردمی باشه، این که بتونه اون مشکلات رو واقعا مشکلات رو دیده باشه و یه برنامه راهبردی داشته باشه. اینقدر بزرگ باشه، اینقدر دل بزرگ داشته باشه که بزرگ فکر کنه. باید اقتصاددان باشه،
جامعه شناس باشه، درد این جوانا رو بدونه، مشکلات این مردم بدونه. ببینید بیا تو جامعه، خودش جامعه تو جامعه باشه، یعنی لمس کرده باشه، سختی ها رو لمس کرده باشه. میگن دو تا بهشت داریم، یه بهشت اخرویه، یه بهشت دنیاوی. در بهشت دنیاوی باید آرامش داشته باشه، در بهشت اخروی باید آسایش داشته. یکی از وظایف رئیس جمهور اینه که برای مملکتش آرامش درست کنه، کمک به مردم، رفع مایحتاج مردم. من فکر میکنم مهمترین دغدغه شون باید باشه، مخصوصا جوانانمون. به نظر آقای اسماعیلی یه رئیس جمهور که خوش کاندید میکنه چه ویژگی هایی رو باید داشته باشه؟ از همه مهمتر قانون مدار باشه، از همه مهمتر همون حرفایی که قبل از انتخابات میزنه بعد از انتخابات هم بهش عمل کنه، تا مردم همونی باشن که بهش رأی دادن و از شایستگیش هم هیچی کم نمیشه. اول صداقت و توانایی. کسی که غم مردم رو بخوره برای مردم کار انجام بده، مشکلات مردم رو حل کنه دیگه. باید به اون شعارهایی که میده قبل انتخابات عمل کنه. به هر حال ببینیم درد مردم چیه، مشکل مردم چیه. یه رئیس جمهور اول باید بتونه مشکلات مردم رو حل کنه، چیزی که مردم میخوان، چیزی که به نفع مردم رو انجام بده و همه جا بتونه ایرانو به کل جهان نشون بده. به نظر من رئیس جمهورمون باید بهترین نوع چیزی که مردم میخوان باید انجام بده. من آرزو میکنم کسی که میخواد رئیس جمهور ایران بشه یکی از بهترین کسای ایران باشه، رها باشه، مرد باشه، وجود داشته باشه. خب مطمئنا یه بحث خیلی گسترده، یه آدم با دانشی باید باشه در همه امور، چه نظر فرهنگی، چه اقتصادی، چه اجتماعی، آگاه باشه، دانش کافی و نسبت به مشکلات جامعه خودش داشته باشه و منطقه و مسائلی که تو جهان میگذره، و مطمئنن باید تسلط کافی داشته باشه، بتونه از همه گروه های مختلف تو کشور و تو منطقه به نحو احسن استفاده کنه و به طور کلی به نظر من تو کشور خودش باید یه باری رو از رو دوش مردم ورداره و بتونه تا جایی که میتونه رفاه و آموزش و خیلی مسائل دیگر رو که در جهت پیشبرد اهداف متعالی کشوره به مردم تقدیم کنه. از کشورمون دفاع بکنه، از سیاست‌های کشورمون دفاع بکنه و هماهنگ هم بشن با وزیرای خودشون، امکانات فراهم بکنن برای مملکت ما و برای مردم ما. رئیس جمهور به نظر من وقتی میاد به اون وعده هایی که میده به مردم و همیشه عملی کنه واسه مردم، نه فقط این که وعده بده. خب باید اون چارچوبی که تعریف میکنن به عنوان چارچوب نظام در مشخصاتی که رئیس جمهور باید داشته باشه رو قطعا داشته باشن و بتونن کمک کنن که مشکلات مردم و مشکلات مملکت حل بشه. این که نگاه اقتصادی از باب کارشناسی داشته باشه، این که در حوزه روابط بین الملل دیپلماسی قوی داشته باشه و مختصات کار رو بدونه، جدیت در اجرای قانونه، دانش خوب اجتماعی، اقتصادی، سیاسی داشته باشه، همه کارش برای مردم باشه، واقعا به فکر همه باشن، جوانا، درس، تحصیل، نمیدونم اشتغال، تورم، به همه ابعاد فکر بکنه، ارتباط خوب سیاسی داشته باشه، دنیا رو خوب بشناسه و نیازهای کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران رو خوب درک بکنه و به موقع برطرف بکنه، کمک کنه که اقتصاد مردم خوب بشه. بدونه تو این مملکت خونه‌ها دادیم، شهدای خیلی زیادی رو این مملکت داده، بتونه پایبند به این مسائل باشه و با این نگاه واسه مردم بتونه بیاد زحمت بکشه و خدمت کنه. آقای هاشمی طبعا اگر شما رئیس جمهور میشدین اولین کاری که برای این مردم میکردین چی بود؟ اولین کاری که میکردین؟ والا میگفتم بهتون راست بگم، من چون یه کار باید کرد و اون صمیمیت و راستگوییه. اول شرایط اقتصادی و تورم جامعه خیلی مهمه که هر کی بشه این شرایط رو درست کنه. دومین چیز که ما چون تو ورزش هستیم مکانهای ورزشی رو بیشتر بکنه، اعتبارات ورزشی رو بیشتر بکنیم و اگه ما مکانهای ورزشی رو بیشتر کنیم قطعا جامعه سالمتری رو داریم و این میتونه تو سالمسازی جامعه همون کمک کنه. سعی میکردم که با درآمدزایی به یک نوعی آرامش رو به مردم، به جوانا برگردونم. راست میگفتم به مردم، به این صادق بودم با مردم. اگه صادق باشیم، نوکر مردم باشی،
میشی آقا و آقای مردم و با دل مردم زندگی کن، همون کاری که امام فرموده. آموزش پرورش و ورزش رایگان رایگان میکنه. از مردم فقیر شروع میکردم بدونم دردشون چیه، چون درد اونا درد تمام جامعه است. اگر بتونم کارشون رو انجام بدم بعد بیام سلسله مراتب به بالا. کشور ما یه کشور بسیار جوونیه، پتانسیل بسیار خوبی داره. من میرفتم سرمایه‌گذاریمونو رو جوونا. اگر رئیس جمهور میشدی اولین کاری که برای مردم میکردی چی بود؟ وضعیت اقتصادیشونو میرسید. من رئیس جمهور میشدم خب سعی میکردم که این فشارهای اقتصادی رو یه جوری از دوش مردم کمتر بکنم تا یه جوری کشور ما بتونه رو به جلو حرکت کنه. یه کاری میکردم دلشون شاد بشه. در هر صورت مسئله که الان هستش اقتدار مملکت ماست، نظر سیاسی اقتصادی رفاه اجتماعی برای مردم مهمترین مسئله است که باید رئیس جمهور در مرحله اول در نظر بگیره. چون وردش یه اپیدمی، هر چی به وردش برسیم کم رسیدیم، پس باید هر کاری میکنیم برای وردش بکنیم که در سایه ورزش، اقتصاد، فرهنگ، همه چیز نوز میگیره ایشالله. من فکر میکنم که باید به خواسته هاشون توجه میکردیم در حد معقول و در حد مقتضیات، در حد امکانات. هر خدمتی که به این مردم بکنید شایستگیشو دارن، چون این مردم همه جوره پای این انقلاب، پای اسلام و پای نظامشون ایستادن و بر ماست که ما هم هر کس هر در هر ردهی، در هر بخشی، در هر موضع مسئولیتی قرار میگیره با تمام توانش و با خلوص در خدمت مردم میشه. بهشت زمین و آسمون عشقه، یه سرزمین موندگار ایران، همیشه سر با